السلام علیکم، صبح همه ایتان بخیر. مجله سوپل ارتباطی میان شما و مسئولین. در آغاز برنامه بسته خبری کوتاه که حاوی رویدادهای داغ سیاسی اجتماعی و فرهنگی در 24 ساعت گذشته از افغانستان و جهان بود برای شما نشر شد و قسمی که در چهارشنبه روز مجله صبح قرار داریم مخاطر صافه شما را همراهی میکنم. افغانستان به تازگی درخواست عضویتش را در سازمان جهانی دریانوردی فرستاده است تا با عضو شدن در این سازمان فعالیت کشتیرانیش را به ویژه در بندر چابهار آغاز کند. در این بندر برای افغانستان یک خط ویژه کشتیرانی ایجاد می شود تا کالاهای صادراتی خود را به کشورهای جنوب آسیا بفرستد. روی این موضوع و موارد دیگرش با معین وزارت ترانسپورت ما محمد وریموچ بحث خواهیم داشت. اما قبل از او قابل یادآوری می دانم تا شماهایی که دوست دارین در رابطه با چگونگی کار کرد، فعالیت و موضوع انتخابی برنامه امروزمان پرسش و دیدگاه و نظری داشته باشید، شماره تماس برنامه در روی صفحه تلویزیونتان هم زیرنویس شده با تماس شده به گونه مستقیم بعد از یک خودتان را مستقیما به معرفی میگیرین بپردازین به صحبت هایتان. قبل از اینکه بحث را آغاز بکنیم خوب است که امروز بریم طرف تماس و نخستین تماس برنامه را پاسخ بگیم. بفرما بیننده محترم. بخیر، تقدیم شما و تمام بیننده هایی که می نظر صدای مرا میشنوند، عبدالوهاب هستم از ولایت بغلان شهر پلخمی تماس گرفتیم. خوش آمدین. با وزارت ترانسپورت گفتیم، گفتن یا خوزیت است. یگانه مشکل امدی مویی است که ایران راه مواصلاتی بین پاکستان که موترا بند میماند. من خواستم بفهمم که چقدر مشکل ها حل شده و چند روز قبل هم یکی از گزارش ها نشد شد که تاجرهای ما شکایت دارن از قیمت مالیاتی که برایشان آمده و اونا از این میدوان جازی نبودن. تا کدام همزازه وزارت ترانسپورت این مشکل ها را حل کرده و چی برنامه برای اینجا دارن؟ البته دا مشخصا در مورد راه ترانزیتی پاکستان. بله، تشکر از تماستان. شما هم خیلی خوش آمدین و تشکر از اینکه وقت گذاشتین آقای وریموچ. قبل از اینکه بپردازیم به پرسش بیننده ما که در لابلای بحث مطمئنن به اون موضوع و تماس‌های بعدی هم میپردازیم، اما قبل از او پیشنهاد عضویت به سازمان جهانی دریانوردی را دادید، میشه بگوین که چی مزایایی را اگر با کسب این عضویت شما دریافت خواهید کرد یا کشور ما از آن مستفید خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، صبح شما بخیر و روز تمام بیننده های گرامی هم بخیر باشه. بسیار تشکر. ببینید، افغانستان یکی از شرکای عمده بگوییم یا است که شرکای بالقوه بندر چابهار است و برای اولین بار تفاهم نامه سه جانبه میان جمهوری اسلامی ایران، میان افغانستان و هندوستان در بندر چابهار به امضا رسیده که تقریبا مکلفیت ها و همچنان مسئولیت ها به شکل مساویانه ازدواج دیده میشه و هر سه کشور متحد برای استفاده بهینه از بندر چابهار، چه در بخش صادرات واردات، چه در بخش هزینه های گمرکی و همچنان مخصوصا در بخش اعمار بیشتر از این بندر و در بخش های زیربناها مسئولیت هاشون مشخص هستند. افغانستان با استفاده از فرصت پیش آمده و همیشه یکی از اولویت های افغانستان دسترسی به آبهای آزاد به شکل درستش یا به شکل عادلانش بوده که یکی از برنامه های بسیار به حساب قدیمی را میشه که ما نام برد و بنابراین در این اواخر افغانستان تصمیم گرفت که یک خط کشتیرانی افغانستان در بندر چابهار که کشتیش که با آیس بی نمبر افغانستان باشه، با بیرق افغانستان باشه، به شکل امتحانی میان بندر چابهار و هندوستان به رفت آمد خود آغاز بکنه. یک پیشنهاد بود که از طرف افغانستان مطرح شد و با استقبال گرم کشور دوست هندوستان و همچنین جمهوری اسلامی ایران مورد قبول قرار گرفت و هر دو کشور تعهد سپردن که افغانستان در بخش ارتقای ظرفیت و در بخش آموزش علم یا هنر کشتیرانی اینا همکاری خواهد کردن
و در ضمن یکی از شرکت های خصوصی اندونزی هم اظهار علاقمندی کردن که افغانستان از ما کمک بخواهد در عرصه ایجاد خط کشتیرانی یا در ترانسپورت آبی. ما همراهشان همکار هستیم، کمک میکنیم. آیا کارهای عملی هم به خاطر ایجاد خط کشتیرانی آغاز شده است؟ طبیعتاً وقتی که در جلسات رسمی موضوعات مطرح میشه و تفاهم نامه بگیم ایست که تعهدات از طرف جانب گرفته میشه، افغانستان به خاطر دریافت عضویت سازمان جهانی کشتیرانی یا IOM پیشنهاد خود از طریق مجرای دیپلماتیک فرستاده و ما امیدوار هستیم که پیشنهاد در روز در این فرصت مورد قبول قرار بگیره و ما بتانیم به خیر از استفاده بکنیم. و کار دیگه که خوبه که صورت گرفته، فقط یک شرکت هندی مطالعات داشتن در کابل که تا بتانن یکی از شریک های افغانی را پیدا بکنن که در ایجاد خط کشتیرانی افغانستان سرمایه گذاری بکنن. به می رقم هم یکی از شرکت های جمهوری اسلامی ایران آمده بودن، اونا هم مطالعات خود انجام دادن. فکر می کنم که با سکتور خصوصی افغانستان در یک سر صحبت های صورت گرفته و اینا شرکای خود در افغانستان پیدا کردن و بعد کارهایشان در حالت پیش است و ما امیدوار هستیم که دیگه هم هموطنای ما علاقمندی داشته باشن، میتونن در بخش به حساب کشتیرانی سرمایه گذاری بکنن. خب چرا وزارت ترانسپورت با این دیدگاه آمد که در بخش ترانسپورت دریایی خط را ایجاد بکنه یا است که عضویت داشته باشه؟ در کل ایجاد سهولت در بخش بیشترش در بخش صادرات است، بخاطر از اینکه افغانستان یک کشور تقریبا دور از آبهای آزاد و همچنان دارای معادن به حساب مختلف هست. ما وزارت ترانسپورت در صدد از این هست که چطور بتونه با ایجاد یک ظرفیت خوب در بخش ترانسپورت زمینی و همچنان با اتصال ترانسپورت زمینی با ترانسپورت دریایی و بتانیم که ما صادرات خود مخصوصا سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی رو همچنان میوه تازه و میوه خشک و غیره امتیر که افغانستان تولید میکنه با بازارهای دور و نزدیک صادر بکنیم. و چرا فرض مثال تلاش همی است که شرکت ها و حساب در بخش دریای آبی و یا در شرکت های و حساب در بخش دریا چرا افغانی باشن یا از مردم ممی خاطر است که در بخش تامین ارتباطات میان تجارای ما یک سهولت خوب ایجاد شود. اینا میترن که وقتی که سرمایه گذارا خود افغان ها باشن با یک اعتماد خوب و یک تامین ارتباطات خوب میتونن که هم در بیرون از کشور هم در داخل از کشور یک کمک کلان باشن که با صحبت های فرض مثال خودمانی تر و همچنان با ایجاد یک هماهنگی خوبتر مخصوصا افغانستان را در بخش صادرات بیشتر کمک میکنه. روی که چقدر خوشبینی به خاطر سرمایه گذاری وجود داره هم بحث خواهیم داشت با موارد دیگرش. اما قبل از اون میریم سراغ تماس و میشنویم بیننده ما به گمانم که دیر زمان منتظر ماندن و تماسشان هم قطع شد. شمایی که تماس میگیرین صدای تلویزیونتان را پخش کرده و یایی که موقعیت دورتری از پای تلویزیونتان انتخاب بکنیم بعدش مستقیما بپردازین به پرسش و یا دیدگاهی که البته در رابطه موضوع برنامه و یایی که کار کرده وزارت ترانسپورت میداشته باشید و در این برنامه با ما معین وزارت ترانسپورت ما محمد وریماچ حضور دارن. پرسش ها و دیدگاه شما را که میداشته باشین در رابطه با او پاسخ آقای وریماچ را هم با خود می داشته باشیم. آقای وریماچ چقدر زمان می برد و اینمی عضویت به دست آوردن عضویت سازمان جهانی دریانوردی افغانستان را در خط کشتیرانی کمک می کنه و سهولت ایجاد خواهد کرد؟ خب بعد از اینکه ما نظر مثبت سازمان کشتیرانی جهانی را دریافت کردیم و پیشنهاد هم فرستاده شده، طبیعتاً اینجاست که اونا یک مقدار شرایط و میارای را عوض میکنند. باید از افغانستان کوشش بکنه اون میارا را زودترین فرصت تکمیل بکنه، مخصوصاً در بخش ایجاد لایحه بگیم یا که قوانین در بخش کشتیرانی. و آیا شرایط فعلی افغانستان سازگاری با قوانینی که یا شرایطی که اونا وضع میکنن دارد؟ طبیعتا دیگه وقتی که ما درخواست میکنیم به عضویت یک نهاد جدید،
اولا مطالعه صورت میگیره و مطالعه نشان میده که آیا این ظرفیت بالقوه موجود است که ما میتونیم در ادمی سازمان روزیت بگیریم یا نه. بلی. و دوم باید میاراتی که وضع میشه باید از اونا را تکمیل بکنیم و در این عرصه کمیته تقنین وزارت ترانسپورت روی از این موضوعات کار میکنه و مساوده های بعض تفاهم نامه ها و همچنان به بعض لایحه ها ترتیب شده و ما امیدوار هستیم که وقتی که جواب مثبت و رسمی را از طرف سازمان جهانی کشتیرانی دریافت میکنیم ما قوانین را که این سازمان داره باید از اونا را هم پیروی بکنیم و هم معیارات را که تعیین کرده باید از اینا را ما پوره بکنیم. ولی خوشبختانه هم این ظرفیت در داخل خود وزارت ترانسپورت هم موجود است و همچنان در سکتور خصوصی ما میتونیم که این ظرفیت را پیدا بکنیم و بریم یک چند قدم پیشتر. خیلی خوب، میریم سراغ تماس بعدی. بفرما بیننده محترم. سلام علیکم، از عبدالرحمن هستم. از دستگاه شما تماس گرفتیم. از وزیر صاحب سوال داشتیم در باره یعنی ترانسپورت زمینی. ما موتور داریم از چلک ارغندی که حرکت میکنیم، غیر قانونی پیسه میگیره 4000 افغانی که تاپچه تانکری است. حالا قدر بار از کجا شود که ما تانکر بانم یا کانتینر بانم یا تختفارش برم؟ هر جا که ما میریم هره پیسه تانکر هستی. از این خواهش دارم که کتابچه را بیخی گم کنه، هر جا که بری کتابچه تانکری مرا به ما پیسه بده، پیسه کنات جریمه میتا. این پول از شما کی طلب میکنه؟ این پول از چلک ارغندی وزیر بزین نفر مامور ترانسپورت ارغندی میگیره. میگه مرا پیسه کتابچه تانکری است. ما میگم که در تقلب تیر نیست که ما کلی که تانکر باشن یا سیمت میرم یا کاشی یا سیخ. یا میگه نه شما کتابچه تانکری چا 4000 روپا بده یا چی کنین که تانکر را بگذارین. حالا میده خواهد ابتیل از کجا شد که کلگی در کلگی جهان یک کتاب یک جوایتر از خلاص نوترا میره میره یا که اصلا در 4000 در چاو کرغندی بسته 3000 در 2000 در کندار میگره یا کنی مزار دلارا میگره با ما چیزام نمیمانه. از این وزیر چه خواهی داریم که این کتابچا را بیخی گم کنه. هیچش با ما خدمت نیست، تمام روز پیسه از پیسه که نتی موتر دستار است. ممنون تماستان. در این مورد پاسخ آقای امام محمد وریماچ معین وزارت ترانسپورت را میگیریم که اینجا با ما حضور دارن. بفرمایین، قبل از اینکه بپردازین به مشکل از اینا، تماس اولی را که داشتیم در رابطه با راه های مواصلاتی با پاکستان و مالیه و موارد دیگه را که اونا گفتن، چی کارهای صورت گرفته؟ آقای عبدالوهاب فکر میکنم که از ولایت بغلان تماس گرفته بودن اگه اشتباه نکنم و در مورد مسیر ترخم و جلال آباد یا اسکرای پاکستان صحبت کردن و مشکل اساسیشان بسیار خاص و واضح نشد. البته رفت آمد به حالت نرمال خود است و دقیقا اونا گفتن چون بعضی اوقات راه های مواصلاتی یا همین ترانزیتی مسدود میشه بروی کالاهای بازرگانی و در کنارش از طرفی بلند همونا به گمانم که شکایت داشتن. در این مورد چی کارهایی صورت گرفته؟ خب البته ای که گاهی وقت ترافیک است، اگر راه مسدود میشه شاید ازدحام ترافیک بوده باشه و روی از این موضوعات چند بارم که ما سفر به ترخم داشتیم و البته یک چالش و بسیار عمده ای که موجود بود و حل شده فضل خدا. و در مورد تعرفه های گمرکی شاید اگر ما چیز خاص گفته نمیتونیم، باید وزارت محترم مالیه در عرصه ابراز نظر بکنن و دیگه به حساب تعرفه ها یا هزینه های ترانسپورتی که است اونا مشخص است و در روی کاغذ همیشه و فعلا هیچ مشکلی وجود نداره. در حال حاضر بر ما کدام چیزی یک مشکل عمده خاص باشه بر ما هنوز مسلط نورزیدم. و تماس در مورد که فکر میکنم آقای هلال رحمان از در مورد تانکری و صحبت کردن و علی بونترهای خدا فرزم چکله ساختن و یک بحث است که در گذشته موجودیت نیروهای بیشتر ناتو در افغانستان باعث از این شده بود که تیل در افغانستان بیشتر وارد شوه و همتانای گرامی ما بیشتر موترهای خود وقتی که اینا ثبت میکردن و به حساب تانکری اینا ثبت کرده بودن و بعد از اینکه با خروج اکثریت نیروهای خارجی و کاهش واردات تیل در افغانستان و همچنان به حساب تقریبا از بین رفتن بازار واردات تیلی هموطنان ما موترهای خود تبدیل کردن بعض از تیلری به متد چکله و همین جاست که وقتی که اینا جایی که میرن و برشان دیده میشه که موتر رسن تانکر است ولی به یک شکل دیگه تغییر کردم. ولی نظر به قانون ترانسپورت هم
کارمندا به حساب تقریبا میشه که گفت که مکلف هستن جریمه را بگیرن، ولی یک مشکل تکنیکی هم است و همچنان یک حقوقی هم است روی از این بحث ها جریان داره. و بحث کتابچه را که اینا گفتن دقیقا کتابچه تقریبا بگیم که از بین رفته، ولی تا که جایگزینش می قانونی است تقریبا نای چیز است که در قانون پیش بینی شده، یعنی گرفتن غیر قانونی نیست ولی در قانون پیش بینی شده، ولی برای هموطنان ما تقریبا یک چیز است که دشوار است پرداختشان در هر جایی که میرن. اینا گفتن که چه فایده ای برشان نمیمانه در نهایت. بله بله دقیقا بناهن روی از این موضوعات هم چندین بار در کمیته حقوقی بحثای صورت گرفته، ما از این قبیل پیشنهادها و شکایت ها را متعدد را داشتیم و در قانون جدید و بعض ماده هایی را که در آینده پیش به حساب پیشنهاد شده که باید تعدیل شود روی از این موضوع صحبت خواهد شد و نظر به هدایت جلالت مآب رئیس جمهور کتابچه تقریبا عوض میشه، تبدیل میشه. ما دیگه بعد از این کتابچه نخواهیم داشت، ما در یک مرحله گذار قرار داریم که توزیع به عوض کتابچه کارت است و همچنان و دیگه برگه سبز به نام برگه به حساب مسیر از یا خط سیر برشان داده میشه که در اونجا انشاءالله تعالی برای جا سهولت ایجاد خواهد شد. با تعدیل قانون این مشکل هم برطرف میشه طبیعتا. ما نشست های متعدد با ترانسپوردرهای محترم افغانستان داریم و نشست های ما همیشه هست و تمام پیشنهادهاشون چالشهاشون ما بررسی کردیم و بخیر با آغاز کار پارلمان و بعد از اینکه کوشش میشه که بخیر مشکلات رسیدگی شه و خوشبختی دیگه است که طبق هدایت جلال باب رئیس جمهور اتاق ترانسپورت افغانستان ایجاد میشه. وقتی که اتاق ترانسپورت افغانستان که ایجاد شد یک سهولت بسیار کلانی هست که ترانسپورترهای ما و مخصوصا موتوردارهای ما در افغانستان داره یک آدرس مشخص خواهد بود و این آدرس از حقوق شان در تمام بخش‌ها دفاع خواهد کرد، هم در بخش تکنیکی و هم در بخش و حساب تجارتیشان و هم در بخش هماهنگی و همچنان در بخش ارتقای ظرفیت با وزارت ترانسپورت انشاءالله همکار خواهد بودن و تمام تلاش همیست که ما چطور بتانیم که وضعیت فعلی ترانسپورت در افغانستان تغییر بدیم. سپاس. تماس داریم از پکتیا، بفرما بیننده محترم. متاسفانه تماس اینا قطع شد، بحث را پای خواهیم گرفت اما بعد از یک میان برنامه. دوباره خوش آمدین و میریم سراغ تماس، میشنویم کدام بیننده ما از کجا روی خط تلفن با ما هستن. بفرما بیننده محترم. بله سلام علیکم. علیکم سلام، کی از کجا؟ از ما الو صدای تلویزیونتان رو پخش بکنین بعدش بپردازین به صحبت ها. متاسفانه تماس اینا قطع شد به دلیل اینکه صدای تلویزیونشان بلند بود و انگامی که شما از طریق تلویزیون صدای ما را میشنوین صدا کمی تاخیر داره و به همون دلیل تماستان ممکن قطع شوه. آقای بریماج، سرمایه گذاران چقدر آماده سرمایه گذاری در خط کشتیرانی هستند؟ البته هنوز این بحث در افغانستان تازه هست و تجارای ما روی از این موضوع بیشتر فکر میکنن، هم علاقمند هستن و هم در حال مطالعه هستن و باید اصلا افغانستان هم در با احتیاط گام برداره، چرا که نه حکومت ما تجربه کافی در عرصه داریم و نه سکتور خصوصی ما و مشوره ما هم همی هست که به سرمایه گذارای ما که اول کشتی را خریداری نکنن. اینا باید از چون قیمت گزاف نه بحث قیمت گزافشان به هر ترتیب بحث تجربه هست. ما باید از اول کشتی های ما تقریبا کوچک و مناسب باشه و اینا را باید از به شکل اجاره یا به شکل کرایه بگیرن و بعد کوشش بکنن شرکت های ما که در عرصه سرمایه گذاری میکنن که نیروی بشری خود در عرصه کشتیرانی اینا باید از تربیه بکنن و علم کسب بکنن و بعد از اینکه اینا به یک جای رسیدن که از لحاظ نیروی بشری و همچنان از لحاظ تجربه که میتونیم که در عرصه ما
در آینده در مارکت منطقه یا جهان رقابت کرده میتونیم، تجربه کسب میکنن، بعد از اینا میتونن اینا کشتی‌ها را خریداری بکنن. و تا جایی که من خبر دارم تعداد از هموطنان ما در کشورهای ایران در سطح اروپا اینا در عرصه‌های کشتی سرمایه گذاری کردن، ولی این سرمایه گذاریشان به یک شکل تحت قومیت کدام کشور دیگه یا ایست که با بیرق کدام کشور دیگه هست. و امیدوار هستیم که ما بتانیم که در زودترین فرصت عضویت کشتیرانی را افغانستان به دست بیاره و همچنان نظر به متعهد را که جمهوری اسلامی ایران و کشور هندوستان در عرصه کرده بودن ما بتانیم یک گام را برداریم که عملا افتتاح بکنیم. و بعد از افتتاح با ما کمک میشه که ما دیگه کارا را از کجا شروع کنیم. تا اینجا ما رسیده بودیم. یک نوید خوب دیگه هست که در صحبت‌های ابتدایی که ما با دوستای هندی داشتیم، اونا گفتن که شما اگر پیشنهاد یا پروپوزال را به دولت هند تسلیم بکنین، دولت هندوستان علاقمند است که یک دانه کشتی را به شکل تحفه به افغانستان اینا هدا بکنن. و همچنان متحد شدن که در بخشای تکنیکی و ارتقای ظرفیت همکاری همه جانبه ما میکنیم، کمک حساب. و امیدوار هستیم که هم وزارت ترانسپورت و هم وزارت خارجه که در عرصه مشترکاً کار میکنن و هم اتاق تجارت که در عرصه به خاطر بخش سرمایه گذاری و همچنان پیدا کردن تجارای ما که در سرمایه گذاری بکنن و کارا جریان داره. و ما بسیار خوشبین هستیم که انشاءالله تعالی در چند ماهی در ماهای آینده نزدیک ما شاهد برافشتن بیرق افغانستان در دریاهای آزاد در کشتی افغانستان خواهیم بود. و همین امید انشاءالله که این آرزو هم تحقق پیدا بکند. میرم سراغ تماس و ایسودین جلالی. تماس آقای ویسودین هم قطع شده، بگمانم که تماس دیگه از بیننده ما روی خط تلفن با ما هستن. میریم سراغ تماس و میشنویم که کی هستن. امیدوارم تماس اینا هم قطع نشه. بفرما بیننده محترم. فعلا تماس نداریم. بفرما بیننده محترم. تشکر خوهر عزیز و ایسیدین جلالیسی مجلت خوندوز باشه مهندسه و خدا کنی یک برنامه خوش خوبی را آغاز کرده باشین و جمله هم کار عزیزتون و شما را خوش آمدید میگیم به برنامه زیبا و خدا کنی یک برنامه خوش خوبی داشته باشین و تشکر هم از شما و همکاریتون میکنم. ممنون نمایتتون و این میمان عزیزتون خیلی خوش آمدید میگیم که واقعا در مردم پاسخ میگن. تشکر زیاد میکنیم از ایسید محترم ما. شما در این ولایت کندوز مثل ترانسپورت باورتان بی که در این چهار بندر کندوز اینقدر فشار است، اینقدر فشار است به حد بسیار به نام نماینده، به نام مدیر ترافیک، به نام چه گوناگون پیسه میگیرن از اینا. خیلی مشکلات است. با ده ها دفعه با سخنگویشان صحبت کردیم، سخنگویشان گفت ما یک کاری میکنیم. اینجا یک کسی را به نام یک نماینده در این بندر ولایت آوردن شاندن به نام یک لنگ آوردن خیلی بیاد با مردم بیابی رسه که آبای آبروش نمی سر که عبدیدش نمی سر مردم از مردم روزانه به سر سه سر تا پنج سر اما دیگه که از موترا پیسه می گیره. این نماینده چی؟ نماینده به خاطر چی؟ می خواد مردم را چور کنه، می خواد مردم را پوست کنه، آبروی مردم را بره. ما شما هم، ما اگر شما دولت، ما همه هم کار میکنیم با آبرو حیثیت خود ما، تا آبرو حیثیت کشور ما، نفوس ما همه را دویست بکنیم. اما ما شما میاییم میترین کار نفرهای را میاریم که بیبنده بار نفرهای دیار نفرهای بی آبرو میاریم میشنیم. باورد من میروزه وزیفه این سمی طرف هست. من میاییم همه روز هست میبینم با متروان ها جنگیر هست، با مردم سواری درگیر هست. اصلا این مردم مکن به این مردم همین غریب چهار تا غریب یک تشک بروخ طرف یک جنگ مترخ خریده که بیتیم یا خانواده من پیش برم، روزگار من پیش برم. باور کنید وقت مسلمان ها ما سر خوردیم میگم مکمل من به نماینده کار میکنم و به ترافیک کار میکنم. خواهش میکنیم بین در افغانستان اقتصاد مردم ها ببینیم، بین از افغانستان هم مشکلات مردم ها دیده ببینیم. از رئیس این خواهش میکنیم که این نماینده که در چهار بندر میشانه یعنی چی؟ اینا باید کتابچه جور بکنم برای مسلمان ها بتن اینا میگه برای ما کتابچه جور کنن لفت بکنن ماهانه میشه روزانه میشه. ما میریم در بانک تحویل میکنیم اگر این بخاطر چیز افغانستان است.
همایی چهار داره چاق میکنین و اینا پول مردم را میگیرن، مردم آبروش ما با بار متوارن سر خوردیم. گفتم من نکردیم همین محترم پر از انتیاری بکنم بیم همین آدم انتجار بکنم مالو بکنیم بینه میره جلوگیری بکنیم بینه متواد همایی ریا برزمی و منطقه بوم بکنیم با آبرو مندانه چهار تا متوارن ما سواری ما زندگی کنه و خواهش میکنیم که همین بینیم توجه بکنه بینیم زیر ترافیک خندوز و همین از کسی به نام نماینده است این امینا را لب بکنن. خواهش میکنم که دوباره ما را به جنجال تصریح نکنیم. همین لنگ است چی بلا سمیر از همین بندر ها گم بکنیم که بخواهیم یک آبرومندانه زندگی بکنیم. رئیس محترم سابقه ما زیر فشار هر کس باشه سابقه ما را لد بکنه. یک چوب داره باور کنده او بیا بینه مویش میخه که مردم از این سر داره و شب داره. رئیس خواهش میکنم من ایسی از جوان خوندر همین از این بندر ها گم بکنیم که ما دیگه دوباره که تبا مشکلات دیگه نشه. و رئیس محترم تشکر از برنامه زیبای شما و خواهش میکنیم که همین توجهی خیلی خیلی جدی داشته باشه. ممنون تماستان. بفرمایین آقای بریموج پاسخ شما. آقای جلالی به تشکر از تماستان. من فقط در قبل از اینکه دیگه به دیگه موضوع بپردازم از شما خواهش ممی هست که از افراد و اشخاصی که شما شکایت دارین یک شکایتنامه رسمی را ترتیب بکنین با امضا و مهر یا نشان انگشت همه ایتانی را به آدرس وزارت ترانسپورت روان بکنین. وزارت ترانسپورت به رویت پیشنهاد و شکایت شما انشاءالله زودترین فرصت اقدام میکنم. موضوع دیگه ای که هست البته ما کلن نزی موضوعات بر ما وقتاً فوقتاً شکایت ها میرسه، وزارت ترانسپورت از این موضوعات آگاهی است، ولی کار نیکره که صورت گرفته به خدمت هموطنان گرامی ما بگیم که در تاریخ افغانستان در بخش سکتور ترانسپورت یک ادغام خوبی صورت گرفته که منافع ملی افغانستان تامین میکنه و یک میتونیم بگیم که یک کار استراتژیک صورت گرفته. برای اولین بار تمام سکتور ترانسپورت افغانستان زیر یک چتر آمد و ما در حال حاضر تقریبا 5 اداره داریم که دو وزارت ترانسپورت قبلی اداره تنظیم ترانسپورت جاده هست و فواید عامه تحت اداره ملی راهسازی هست و اداره ملی ترافیک هست مین بعد از این و همچنان اداره هوانوردی و اداره خط آهن. این تقریبا که تمام میشه که گفت که انمی 5 اعضای بدن سیستم ترافیک افغانستان سیستم ترانسپورت افغانستان برای اولین بار در بدن خود اینا پیوست شدن و خوبی دیگه که همی هست تحت قیادت یک نفر یا جناب وزیر صاحب باید از بگیم که این دیگه رهبری میشه و در جلسات رهبری در جلسات تکنیکی تمام موضوعات و چالش هایی که موجود است اینا بررسی میشن و انشاءالله تعالی در آینده های نزدیک و دور ما شاهد تغییرات عمده خواهیم بود. وزارت ترانسپورت یا اداره ترانسپورت جاده به خاطر حل از این موضوعات انشاءالله دیگر در آینده های نزدیک شما به عوض کتابچه ها صاحب کارت خواهید شد و همچنان پرداخت ها سیستم بانکی خواهد بود تا که ما به شکل فول آپشن به طرف الکترونیکی میریم. موضوع از ایست که ما دفتر مرکزی و حساب کابل در بخش هوایی به سیستم بانکی ساختیم که دیگر همکارای ما ترانسپورت اینا پول نمیگیرن با قرارداد و تفاهمنامه که با بانک ملی امضا کردیم و همچنان 3 بندر تقریبا 2 بندر کابل هم با سیستم بانک وصل شده و قرار است در این هفته 2 بندر دیگه هم با سیستم بانک وصل شوی بنادر و بعد هم پروگرام ولایت هرات و قندهار و مزار و جلال آباد است و انشاءالله تعالی ما به طرف قندوز هم کوشش میکنیم نظر به چالش موجودی که هست با رهبری موضوع را مطرح میکنیم که ما زودترین فرصت نمایندگی بانک در قندوز تأسیس بکنیم و همچنان دیگه انشاءالله شما چالش جنجال به نام بخشی که ترازوهای به حساب فواید عامه یا مدیریت ترافیک و همچنان مدیریت ترانسپورت یا این و آن دیگه این جنجال ها انشاءالله خلاص میشه و بعدش هم کل پروگرام همیست که ما چطور بتانیم تکنولوژی جدید در تمام بخش ها ما ای را استفاده بکنیم و تمام ادارات زیرب ما بین خود اینا وصل باشن و از یک سیستم و از یک تقریبا مرکز همگی کنترل شوه. ما از این قبل شکایت های دیگه را ما هم داشتیم و مشوره به طور موقت به خدمت شما عرض کردیم و انشاءالله تعالی رهبری جدید وزارت ترانسپورت یا وزارت جدید ترانسپورت که تمام سکتور ترانسپورت افغانستان زیر یک سقف آمده و این برنامه در کوتاه مدت قابل تطبیق خواهد بود؟
طبیعتا چرا نه، وقتی که با تغییر افراد ما میتونیم یک مقدار اصلاحات وارد بکنیم و دوم با جابجایی به حساب نمایندگی بانک که اینا دیگه مستقیم خود از یا پول نگیرن و یک کمک کلانی هست و تعویض کتابچه حساب که هست به سیستم کارت و بعد و کارت با سیستم الکترونیکی تقریبا چیزی که اینا میگن دیگه، ما میخواهیم جمع‌آوری پول فیزیکی را در آینده های از بیخه سیستم ترانسپورت برداریم و بعد از اینا هرکشان در اکاونتشان از قبل پول داشته باشن و مجرد که به بنادر میرسن با یک استفاده یا ایست که با نشان دادن کارت و یک رقمی پول مستقیم از اکاونت به اکاونت بروه، از جیب به جیب دیگه نروه و کل تاکید ما بیشتر شفافیت را طبیعتاً دیگه وقتی که سیستم جمع‌آوری پول فیزیکی را که از بین برود دیگه انشالله چالش و این موضوعات هم در آینده نخواهد بود. باز هم تماس داریم، بفرما بیننده محترم. متاسفانه تماس اینا قطع شده، یک وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدین و قسمی که تا راست ساعت دم شما را همراهی میکنیم، پس 5 الی 6 دقیقه دیگه هم با شما هستیم و شمایی که تماس میگیرین مستقیما بپردازین به پرسش و دیدگاهی که میداشته باشید. میریم سراغ تماس و میشنویم کدام بیننده ما روی خط تلفن با ما هستن. بفرما بیننده محترم. متاسفانه تماس اینا قطع شد. آقای وریماچ، بندر چابهار افتتاح شد، کار زیر ساختای آن به کجا رسیده است؟ شما بهتر میدانین که موقعیت جغرافیایی و بندر چابهار در جمهوری اسلامی ایران است و مسئولیت یا است که قرارداد زیر ساختها و همچنان پروژه های انکشافی ای بندر کشور هندوستان به تبادوش داره. اونا سرمایه گذاری کردن یک بخش منطقه آزاد که در بندر چابهار است در حدود 148 شرکت های افغانستان در اوجه سرمایه گذاری کردن و در کل میشه گفت که در حدود 250 میلیون دلار اینا در اوجه سرمایه گذاری کردن که هم در بخش های لوجستیک کار میکنن و همچنان در بخش های تولیدات و کشور هندوستان کمپانی که قرارداد کرده متحد است که این بندر بیشتر وسعت بده و از لحاظ مطالعاتی که به حساب صورت گرفته این بندر نظر به سایر بنادر که در ایران است بسیار عمیق است و کلانترین کشتی ها میتونن که اینجا نمی بندر مشکل جدی که وجود داره به دلیل نبود زیر ساخت ها کشتی های بزرگ لنگرگیری کردن نمیتونن. یعنی یک چیز خوبی هست ما گفتیم که یادآور شیم. بله، اما مشکل زیر ساخت ها قابل نگرانی نیست. خب زیر ساخت های هست، موجود است و مشکل خاص نیست و در بخش صادرات و واردات عملیات در وجود جریان داره، ولی چیزی که هست برای آینده ها که فرض مثال وقتی که حجم صادرات و واردات بالا میره و کمپانی هندوستان هندی به حساب آمادگی خود میگیره و افغانستان هم نهایت تلاش میکنه که مزیت خوب را که بندر چابهار داره، فقط اگر در افغانستان در بحث ترانزیت ما در نظر نبگیریم نمیشه که گفت که بندر چابهار کامیاب است. بناهن قرار است که برنامه های آینده وزارت ترانسپورت همین است که به خاطر فرصت های ترانزیت و ترانسپورت از طریق بندر چابهار به حساب طی یک کنفرانس منطقوی به معرفی گرفته شود و در اینجا تلاش صورت خواهد گرفت که مخصوصا کشورهای آسیای میانه را اینا را تشویق شوند و ترغیب شوند که بخش صادرات و واردات خود با کشورهای خلیج و کشورهای دیگه از طریق مخصوصا با آسیای جنوبی از طریق بندر چابهار به حساب به کار بگیرند و افغانستان هم از این موقعیت به حساب که میگیم که دهلیز بگوییم یا است که نقطه وصل میان آسیای میانه و آسیای جنوبی هست استفاده بهینه خود مخصوصا بخش ترانزیت بگیرند. ممنون. با گمانم که آخرین تماس هم میتونیم پاسخ بگیم. بفرما بیننده محترم. تماس شما وصل است، بپردازین به صحبت ها چون در آخرین لحظات برنامه قرار داریم. کمی زودتر. سلام علیکم. علیکم سلام. کی از کجا؟
سلام علیکم، شما خوب هستین؟ زنده و سلامت باشین. صدای تلویزیونتان رو پخش بکنین، بعدش بپردازین به پرسش و دیدگاهی که دارید. خوب کلام بودم جناب، از دوست دیگه هم اشاره کرد به مشکل. تماسشان قطع شد. آقای بریماچ، بگمانم که وقت هم زیاد نداریم، چقدر آماده سرمایه دولت، چقدر آماده سرمایه گذاری از طریق مشارکت عامه و خصوصی است؟ خب البته در سکتور ترانسپورت فرصت های خیلی خوب است، مخصوصا در بخش ترانسپورت زمینی که هموطنای ما اگر خواسته باشند سرمایه گذاری بکنند، هم در بخش ایجاد شرکت های مدرن و همچنان هم در بخش سرمایه گذاری در ترمینال های که فرض مثال افغانستان در این آخر با استفاده از سیستم تیر تلاش میکنه که در بخش صادرات و وارداتشان افغانستان بالا بره و مخصوصا هم این دو جانبه هست و امروز که موتورهای افغانستان برای دومین بار به اروپا رسید و طبیعتا موتورهای از کشورهای اروپا و از کشورهای آسیای میانه و از کشورهای آسیای جنوبی در آینده نزدیک یا دور از افغانستان تردد خواهد کردند. بنابراین در حدود 68 تیر پارک هایی است که اینا پارک هایی است که در بنادر در مسیرها باید از اینا ایجاد شوند و سکتور خصوصی ما میتونند که در سرمایه گذاری بکنند در بخش ایجاد ترمینال ها در سطح مرکز و ولایت اینا سرمایه گذاری بکنند و موارد زیادی هستند که اینا میتونن سر سیستم های مدرن سرمایه گذاری بکنن. فرصتی هست ولی اینا بیشتر نیاز برای مطالعه هست، بیشتر نیاز برای یک هماهنگی هست و وزارت ترانسپورت هموطنان ما که خواسته باشن در همکار است. مین وزارت ترانسپورت ما محمد بریماچ، سپاس از اینکه وقت گذاشتین و برنامه حضور پیدا کردین. بیننده عزیز، ممنونم. همراهی شما همچنان هستم پایین دوات کشورم.